روز عاشورا، روز عزا و ماتم. عبدالله پسر فضل هاشمی گوید به امام جعفر صادق علیه السلام گفتم چگونه روز عاشورا روز مصیبت و غم و ناله و گریه شد، اما روز رحلت خدا و یا روزی که فاطمه علیه السلام مرد و یا روزی که امیرالمؤمنان کشته شد و یا روزی که امام حسن علیه السلام مسموم گشت چنین نشد. گفت مصیبت روز شهادت حسین علیه السلام مصیبتش از همه روزهای دیگر بزرگتر است، برای اینکه اصحاب کسای که گرامی ترین آفریدگان برای خدای متعال می باشند 5 تن بودند. وقتی که پیامبر از میان آنان درگذشت، هنوز امیر مؤمنان فاطمه، حسن و حسین علیه السلام بودند تا برای مردم باعث شکیبایی و تسلی خاطر باشند. زمانی که فاطمه علیه السلام از دنیا رفت، باز امیر مؤمنان حسن و حسین علیه السلام بودند تا مردم با وجود آنان تسلا یابند و صبر پیشه کنند. هنگامی که امیر مؤمنان از میان آنان رفت، باز مردم را با وجود امام حسن و امام حسین آرامش و تسلای خاطر بود. و زمانی که امام حسن علیه السلام شهید شد، باز با وجود امام حسین علیه السلام مردم را آرامش و تسلی خاطر مانده بود. اما هنگامی که حسین علیه السلام کشته شد، دیگر کسی از اهل کسا نمانده بود تا پس از او مایه آرامش خاطر و تسلی مردم باشد. بنابراین نبود او، یعنی امام حسین علیه السلام، چنان بود که همه آنان از میان رفتند. همچنان که وجود او چنان بود که گوی همه آنان حضور داشتند، به همین دلیل بود که روز شهادتش بزرگترین مصیبت گشت. عبدالله پسر فضل هاشمی گوید به امام صادق علیه السلام گفتم پس چرا وجود امام سجاد علیه السلام همانند وجود پدرانش برای مردم باعث بردباری و تسلای خاطر نشد؟ گفت آره، امام سجاد علیه السلام سید عابدان و پس از پدران پیشین خیش برای مردم پیشوا و حجت بود، اما رسول خدا را ندیده بود و از او چیزی نشنیده بود و دانش او میراثی بود که با واسطه پدرش و جدش از پیامبر به او رسیده بود. اما امیر مؤمنان فاطمه، حسن و حسین علیه السلام و حسین علیه السلام را مردم در حالتهای مختلف و در اوقات متوالی با رسول خدا دیده بودند و مردم چنان بودند که هرگاه چشمانشان به یکی از آنها می افتاد، رابطهش با رسول خدا و سخنان پیامبر برای او درباره او را به یاد می آوردند. هنگامی که آنان از میان رفتند، مردم دیدار گرامی ترین انسانها در نزد خدای عزوجل را از دست دادند. در فقدان هیچ یکی از آنان، فقدان همه آنان پیش نیامد، مگر در فقدان حسین علیه السلام که او پس از همه آنان از میان رفت. برای همین روز شهادتش بزرگترین روز مصیبت شد. عبدالله بن فضل هاشمی گوید با او گفتم پس چگونه عامه، یعنی سنی ها، روز عاشورا را
روز برکت نامیدند. امام علیه السلام گریست و سپس گفت: وقتی که حسین علیه السلام کشته شد، مردم شام میخواستند بایزید نزدیک شوند. به همین منظور اخبار و احادیث را به نفع او جعل میکردند و برای این کار جوایز از اموال دریافت میکردند. یکی از اخبار ساختگی مسئله همین روز و با برکت بودن آن بود تا مردم در آن روز از ناله و گریه کردن و با مصیبت و محزون بودن به شادی و سرور و جشن گرفتن تبرک جستن برگردند. خدا در آنچه که میان ما و آنها است خود حکم کند. راوی گوید: امام صادق علیه السلام سپس گفت: پسر عمو، تازه این ضررش بر اسلام و مسلمانان کمتر است از آنچه گروهی که دوستی ما را ادعا می کنند و می پندارند که با موالات ما دین دارند و به امامت عقیده دارند وعظ کردند. آنان گمان می کنند حسین علیه السلام کشته نشد، بلکه کارش چون عیسی بن مریم به مردم مشتبه شد. به پندار آنها دیگر بنی امیه را جای ملامت و سرزنش نماند. ای پسر عمویم، هر کس گمان کند حسین علیه السلام کشته نشد، بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، علی علیه السلام و پیشوایان پس از او که همگی از کشته شدن او خبر دادند دروغ نسبت داده است و هر کس با آنان یعنی پیشوایان معصوم دروغ نسبت بدهد به خدای عظیم کفر ورزیده و ریختن خونش بر هر کسی که آن را از وی بشنود مباح است. عبدالله بن فضل گوید: با او گفتم درباره گروهی از شیعیانت که قائل به آنانند چی میگویی؟ گفت: آنها از پیروان من نیستند و من از آنها بیزارم. سپس گفت: خدا غالیان و قائلان و تفویض یعنی اهل افراط را لعنت کند که آنها برای این که واجبات را با و پا ندارند و حقوق را نپردازند نافرمانی خدا را کوچک انگاشتند و به خدا کفر ورزیده و مشرک گشتند، گمراه گشتگان و گمراه گردند.